پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در خون و آتش فرو بردن اشرف و پنجمین قتل عام مجاهدان آزادی، رژیم ولایت فقیه را از سرنگونی حتمی نجات نخواهد داد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی طی پیامی اعلام کرد پنجمین قتل عام مجاهدان آزادی که صبح امروز توسط دولت دست نشانده رژیم ولایت فقیه در عراق صورت گرفت جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. این واکنش سراسیمه خامنه‌ای برای فرار از سرنگونی است که در روزهای اخیر با چشمانداز حمله نظامی قریب الوقوع دولت‌های غربی به رژیم سوریه، گسترش قیام‌ها برای به زیر کشیدن دیکتاتوری مالکی در 15 استان عراق در روز گذشته 9 شهریور و درماندگی رژیم در برابر خطر قیام‌ها در سراسر ایران به یک بحران همه‌جانبه تبدیل شده است. دو روز پیش رفسنجانی نسبت به وقوع یک حادثه ناگوار در کشور به خامنه‌ای هشدار داد. آخوندهای حاکم آشکارا وحشت زدند. در 25 خرداد گذشته خامنه‌ای برای پوشاندن آثار ضعف و شکست خود در نمایش انتخابات لیبرتی را موشکباران کرد و حالا برای تحت شعاع قرار دادن تزلزل رژیمش در تنگنای مرگبار داخلی و منطقه‌ای که در ربع قرن اخیر بی سابقه است به چنین کشتار سبانه‌ای رو آورده است. اما شهیدان سرفراز امروز و شکوه ایستادگی و عظمت مقاومت قهرمانانه آنها گواه اراده شکست ناپذیر ملت ایران برای انهدام قطعی حکومت ولایت فقیه است. به ویژه زنان پیشتاز و والایی که امروز به شهادت رسیدند گواهان شایستگی زن ایرانی در مصاف با پلیدترین دشمنان مردم ایران و تمام منطقه هستند. ده‌ها تن از مجاهدان اشرف مفقود هستند یا به گروگان گرفته شدند و از وضعیت آنها هنوز اطلاعی ندارم. من تا ظهر امروز یک شنبه 10 شهریور اسامی 44 تن از شهیدان را دریافت کردم. سلام بر شهیدان پاکباز و قهرمان اشرف، خواهران مجاهد، زهره قائمی همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، گیتی گیوچیان از اعضای ارشد شورای رهبری، میترا باقرزاده، جیلا طلو، فاطمه کامیاب و مریم حسینی اعضای شورای رهبری و برادران مجاهد مهدی فتح‌الله نژاد، احمد وشاق، احمد بوستانی، حمید باطبی، علی رضا خوشنویس، محمد گرجی، عباد سعیدپور، علی اصغر قدیری، اردشیر شریفیان، حسین مدنی، مجید شیویاری، علی اصغر مکانیک، عبدالحلیم نارویی، حسن غلامپور، رحمان منانی، حسن جباری، سعید اخوان، حسین رسولی، ناصر حبشی، علی محمودی، ابراهیم اسدی، محمود رضا صفوی، شجاع متولی، مقداد جعفرزاده، علی رضا پور محمدی، ناصر سرابی، فریبرز شیخ الاسلام، یاسر حاجیان، قاسم رضوانی، اصغر عمادی، شهرام یاسری،
سعید نورسی، سید علی سید احمدی، سیروس فتحی، هم حیدر گرمابی، کوروش سعیدی، علی فیض شبانگاهی و حمید صابری. سمبول های ستودنی رشادت و تحور و جانفشانی که با خلق الگوی درخشانی از پایداری به هر قیمت، زنان و جوانان ایران و تمام این منطقه را به ایستادگی و مبارزه با فاشیسم دینی فرا می خوانند. این حمله در این حال بر طینت واقعی دسیسه ها و هجوم گسترده سیاسی و اطلاعاتی ماهای اخیر علیه مقاومت ایران دلالت می کند. در نیمه فروردین گذشته آخوند مصلحی وزیر اطلاعات ولایت فقیه در سفر به عراق و تأکید بر هماهنگی های صورت گرفته برای جمع کردن این مجموعه از عراق، تدارک این کشتار را در فاز تازه‌ای آغاز کرد. برای زمین سازی سیاسی و روانی آن یک پروژه اطلاعاتی و تروریستی در خارج ایران به جریان درآمد که در آن ریزخاران و سرانگشتان رژیم برای ردیابی رهبر مقاومت، چنگ انداختن بر آلترناتیو دموکراتیک، کوشش برای متلاشی کردن شورای ملی مقاومت و به راه انداختن سیلی از دروغ‌ها و یک کارزار گسترده لجن پراکنی به کار گرفته شدند. تزلزل بی سابقه حکومت مالکی زیر فشار قیام‌های مستمر مردم عراق نیز نیاز او برای جلب حمایت خامنه‌ای را ده چندان کرده است. به این منظور از یک ماه پیش به قطع آب و برق اشرف و تشدید محاصره ضد انسانیان دست زد و حالا باز هم آلت فعل چنین خونریزی وحشیانه‌ای شده است. اما در ورای رنج‌ها و درد و داغ این شهادت‌ها، آنچه امروز در برابر مردم جهان نمایان شد باز هم ضعف مفرط حکومتی است که در تنگنای بحران سرنگونی آلترناتیو و تهدید اصلی موجودیت خود را نشان می‌دهد. 7 سال پیش در آستانه سالگرد تأسیس مجاهدین، اشخیمان خامنه‌ای خون مجاهد خلق ولی الله فیض مهدوی را بر زمین ریختند و امروز در آستانه آغاز 49 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران به کشتار اشرفی ها دست زدند. اما نمی دانند که از این خونهای پرارج چه قیام ها و چه نبرد هایی توسط یگانهای ارتش آزادی در سراسر ایران شعله خواهد کشید. توافق 4 جانبه دولت آمریکا، ملل متحد، دولت عراق و نمایندگان ساکنان در اوت 2012 و مسئولیت مستقیم ملل متحد و دولت آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، شورای امنیت و دبیر کل ملل متحد ایجاب می کند تا با اعزام فوری هیئت‌هایی به اشرف از ادامه کشتار جلوگیری نموده و برای نجات جان مجروحان و گروگان‌ها اقدام کنند. ایالات متحده و ملل متحد را فرا می خوانم که برای جلوگیری از استمرار این قتل ها یا تمامی اعضای مجاهدین را به فوریت به آمریکا و اروپا منتقل کنند و تا آن زمان ترتیبات استقرار نیروهای کلاه آبی سازمان ملل را در اشرف و لیبرتی فراهم سازند. این برای حفاظت از جان پناهندگان و پناهجویان که همگی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو هستند و ایالات متحده با یکایک آنها در این خصوص
موافقتنامه امضا کرده است مبرم و حیاتی است.